داستان دزد و پادشاه. مرد بی‌نوایی بود که از مال دنیا فقط یک کلبه حصیری داشت که آن هم از باد و باران فرو ریخته بود. مرد تهی‌دست با سختی زیاد کلبه جدیدی ساخت. نصف بامش را با بوریا پوشان و روی آن خاک ریخت. ولی پولش برای نصف دیگر بام کفاف نداد. بنا را مرخص کرد و تصمیم گرفت در همان کلبه نیمساز زندگی کند و باقی بام را هر وقت پولدار شد بپوشاند. دوستی خانه جدید را دید و با خودش گفت حتما این مرد ثروتمند شده که خانه نو ساخته. نیمه شب کمند انداخت و به پشت بام رفت. ناگهان سقف نیمه کاره خانه خراب شد و دوست روی صاحب خانه افتاد. صاحب خانه بیچاره از ترس زبانش بند آمد. دوست که خانه را خالی دید عصبانی شد و فردای آن روز با ناراحتی به دربار رفت و گفت قربان به دادم برسید. دیشب به خانه شخصی رفتم تا چیزی بدزدم. بام خانهش محکم نبود و ریخت. من پایین افتادم و چیزی نمانده بود که پایم بشکند. پادشاه پرسید عجب، حالا از ما چه میخواهی؟ دوست گفت میخوام صاحب خانه رو مجازات کنید. پادشاه صاحب خانه رو خواست و از او پرسید درست است که دیشب این مرد از بام خانه تو افتاده؟ مرد بی‌نوا گفت درست قربان، اگر روی من نیفتاده بود حتما پاش میشکست. پادشاه گفت خب پس دستور میدهم تو را دار بزنن که باعث آزار مردم نشوید. صاحب خانه بی‌نوا با عجز و لابه گفت شاه عادل، من که جرمی نکردم. تقصیر از بناست که فقط نصف بام خانه من رو پوشانده. پادشاه گفت پس او رو آزاد کنید و به جاش بنا رو دار بزنید. عربولان شاه بنا رو احضار کردند. جلاد میخواست او را حلقاویز کند که بنا به التماس افتاد. قبله ی عالم به من رحم کنید. من بیگناهم. تقصیر حسیر بافه که حسیر رو گشاد بافته. اگر محکم بود هیچ وقت پاره نمی شد و دزد از بام نمی افتاد. پادشاه حسیر باف را خواست و گفت آیا حسیر سخت را تو بافته ای؟ حسیر باف گفت بله قربان. پادشاه گفت دارش بزنید که همه گناهان گردن اوست. حسیر باف به التماس افتاد و گفت قبله ی عالم، تقصیر من نیست که حسیر محکم بافته نشده. تقصیر کبوتران همسایه است که توی آسمان معلق می زدند و حواس من رو پرت می کردن. پادشاه کبوترباز را احضار کرد و فرمان داد فوری دارش بزنن. کبوترباز گفت ای پادشاه بزرگ، گناه من چیه که کبوتربازی رو دوست دارم؟ از مرگ من بی‌نوا چی نصیبتون میشه؟ شما باید دوز رو اعدام کنی تا دوباره دردسری درست نکنه و همه مردم راحت باشن. شاه با شنیدن این حرف گفت راست میگویی، گناهکار اصلی همان دزد است. اگر او دزدی نمی کرد ما این همه به دردسر نمی افتادیم. دزد را پیدا کنید و دار بزنید. ماموران دزد را دستگیر کردند و پای دار آوردند. اما دار کوتاه بود و پاهای دزد که قد بلندی داشت به زمین می رسید. جلادان پیش پادشاه رفتند و گفتند ای قبله ی عالم، دزد قد بلنده و پاش به زمین می رسه. چه کار کنیم؟ پادشاه گفت این که سوال ندارد، کسی رو پیدا کنید که پاش به زمین نرسه. جلادان کوچه به کوچه دویدند و مرد قد کوتاهی رو که کیسه‌ای به کول داشت دستگیر کردند و کشان کشان پای چوبه دار آوردند. مرد کوتاه قد فریاد می زد آخر گناه من چیه؟ و به پادشاه که برای بازدید از مراسم اعدام آمده بود گفت قبله ی عالم، من باربری هستم که آزارم به مورچه هم نمیرسه. چه جرمی کردم که میخواهید من رو دار بزنید؟ پادشاه جواب داد آدم کم عقل، موضوع گناه و بیگناهی نیست. امورات کشور باید سر و سامان داشته باشه. امروز باید هر طور شده یک نفر رو به خاطر شکایت دوست دار بزنیم تا عدالت برقرار بشه. البته گناهکار اصلی خود دوزده، اما چه کنیم که قد اون خیلی بلنده و پاش به زمین میرسه. اما تو که این عیب رو نداری؟ مرد کوتاه خط با عجز و لابه گفت ای پادشاه خردمند، چاره اینه که زیر دار رو کمی گود کنید تا
تا پای دوز به زمین نرسه. اینطوری هم عدالت اجرا میشه و هم من بیگناه کشته نمیشم. پادشاه کمی فکر کرد و گفت مثل اینکه این باربر راست میگه. اینطوری ما میتونیم عدالت رو اجرا کنیم. جلادان بار دیگه دوز رو پای چوبه دار آوردند و زمین زیر پاش رو کندند. دوز کمی فکر کرد و گفت عجله کنید. برو خدا زودتر چاله رو بکنید و من رو دار بزنید. وگرنه دیر میشه. پادشاه که هر پای دوز رو میشنید گفت چه شده که اینقدر برای مردن عجله داری؟ دوز گفت ابلیالم همین الان با خبر شدم که سلطان بهشت مرده. اون وصیت کرده اولین کسی که از دنیا رفت به جای اون سلطان بهشت بشه. برای همین میخوام زودتر از همه به اون دنیا برم. شاه به فکر فرو رفت و با خودش گفت چرا من سلطان بهشت نشم؟ و فوری دستور داد صبر کنید. به جای اون منو دار بزنید. و این تنها فرمان شاه بود که بی‌معطلی اجرا شد. دوستان عزیز ممنون که تا انتهای این ویدیو ما رو همراهی کردین. ممنونم که با لایک و کامنت به ما انرژی میدین. تا حکایت دیگه بدرود.